با آغاز مارس، سومین ماه از ماه‌های میلادی، توییت‌ها و ویدیوهای فرانکو گریبیس، دانشمند هلندی که روزهای ابتدایی این ماه را خطرناک توصیف کرده بود، بیشتر دست به دست می‌شود. وی که زمین لرزه بزرگ یک ماه گذشته در مرز ترکیه و سوریه را پیش‌بینی کرده بود، پیش‌بینی کرده زمین لرزه دیگری نیز در راه است. سعید بهاری گزارش می‌دهد. این روزها زمین آرام و قرار ندارد. بعد از زلزله ترکیه، لرزیدن شرق و غرب زمین و فعال شدن آتش فشانها و عقب رفتن دریاها و حتی خشک شدن ونیز. بعد از زلزله ترکیه گمان زنی ها درباره فعال شدن گسل های ایران هم شدت گرفت و ترس از فاجعه احتمالی تهران که بارها پیش از این درباره آن هشدار داده شده بود. تصور ما برای زلزله 7.2 که زلزله بزرگ تهران و زلزله احتمالی تهران نامیده میشه، آمارش وحشتناکه. طبق آمار ژاپن، کاری که ژاپنی انجام دادن، هولوش 380 هزار نفر. طبق مطالعه دقیق تری که من انجام دادم، حدود 1.5 میلیون کشته و 4 میلیون و 300 زخمی خواهیم داشت برای سناریوی شب 10 میلیونی. حالا باید تصور کنیم که تهران در بعضی ساعت حتی تا 14، 15، 16 میلیون هم اضافه میشن بهش افراد. لذا تصور ما یه سناریوی بسیار خطرناک. مشکل اصلی که ما در زلزله‌های گذشته هم شاهدش بودیم این است که ما در مدیریت بحران یا دیزاستر منیجمنتی که باید برای اینها برنامه ریزی بشه کم و کاستی‌های زیادی داریم. در این بین فرانک هوگربیتس، دانشمند هلندی که بحث‌های زیادی را درباره زمین لرزه‌ها و ارتباط آن با حرکت سیارات و تغییراتی که در فضا رخ می‌دهد به راه انداخت و زمین لرزه بزرگ اخیر در مرز ترکیه و سوریه را پیش‌بینی کرده بود، بار دیگر با یک پیش‌بینی جنجال به راه انداخت و موجی از موافقان و مخالفان را در توییتر به دنبال خود کشاند. او گفته همگرایی هندسی حیاتی سیاره‌ای در 2 و 5 مارس میتواند منجر به فعالیت لرزه‌ای بسیار بزرگ شود. شاید حتی یک زلزله عظیم در حدود 3 یا 4 مارس و یا در روزهای 6 و 7 مارس. به هر حال او آغاز ماه مارس میلادی را بحرانی خواند. We actually could be dealing with two scenarios here. Either we're going to have the largest seismic event around the 3rd or 4th, just following the critical planetary geometry on the 2nd, or, and then maybe also some seismic increase after the 5th, that will be around the 6th, 7th, at the time of full moon. در کنار موج انتقاداتی که علیه این دانشمند هلندی به راه افتاده و پژوهشگران و زلزله شناسانی که پیش بینی زمین لرزه را غیر ممکن دانسته و می دانند، صالح محمد، زمین شناس عراقی، با تایید مدعای فرانک هوگربیتس روز 8 مارس را روز موعود خوانده و اما زمین لرزه را خفیف تر از زمین لرزه ترکیه دانسته است. او میگوید ماه کامل روز 8 مارس دقیقاً در همان حالت روز 6 فوریه خواهد بود، تاریخی که از اذهان لااقل مردم ترکیه و سوریه هیچگاه فراموش نخواهد شد. محمد صالح اما در پیشگویی‌هایش امید هم داده و گفته با توجه به فاصله زیاد زهره و مشتری و مریخ، شدت خسارت زمین لرزه آتی کمتر خواهد بود. با بیشتر شدن شمار پیشبینی‌ها و از قضا تحقق آنها، بار دیگر شایعات و گمان زنی‌ها در مورد نقش هارپ در فعال شدن گسل‌ها، زمین لرزه‌های پیاپی، فوران آتش فشان‌ها و دیگر رویدادهای عجیب و غریب شدت گرفت. مخصوصاً با دست به دست شدن ویدیوهایی از مشاهده نورها و یوفوها و توده‌های ابری با اشکال غیر متعارف. از سوی دیگر و با پدید آمدن شکاف‌ها و حفره‌های عمیق در ترکیه و لبنان، بسیاری علامت‌های ظهور حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف را بین این رویدادهای آخر و زمانی جستجو می‌کنند.
چرا که بر پایه تعالیم و آموزه های دینی ظهور حضرتش در سالی با حوادث غریب و پر از زلزله و اختلافات شرق و غرب خواهد بود. در بحبوحه این اختلافات و اتفاقات اما موضوعی که حائز اهمیت است و مهمترین وظیفه یک شیعه منتظر می باشد چیزی نیست جز معرفت به امام معصوم. سعید بهاری، اخبار شیعه.